خبرگزاری بلومبرگ از قول منابعی گزارش داد که روسیه درخواست ایران برای فروش سامانه ضد هوایی پیشرفته S-400 را رد کرده است. برای آگاهی بیشتر در این باره، نازآفرین میرزا خلیلی خبرنگار رادیو فردا در پراگ همراه ماست. نازآفرین. دو منبع آگاه از جمله یک مقام ارشد روسی که نخواستن نامشون فاش بشه به خبرگزاری بلومبرگ گفتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا درخواست ایران رو در این باره رد کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 17 اردیبهشت به مسکو سفر کرده بود. بلومبرگ نوشته مقام‌های روسی از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردند و مقام‌های ایران هم به دلیل تعطیلات پنجشنبه جمعه در ایران در دسترس نبودند. اما بنابر این گزارش فروش سامانه ضد هوایی S-400 در منطقه حتی برای ترکیه از اعضای ناتو و همپیمانان آمریکا هم مناقشه برانگیزه و خطر تنبیه و تحریم دولت آمریکا در میانه. ترکیه قرارداد خرید این سامانه رو با روسیه امضا کرده و قراره به زودی دریافت بکنه، اما آمریکا تهدید کرده که این کشور به عنوان عضوی از ناتو باید این معامله رو فسخ بکنه چون تسلیحات روسی با ناتو هماهنگ نیستن. حالا بلومبرگ میگه که رد درخواست ایران برای فروش سامانه دفاعی S-400 نشون دهنده تلاش روسیه برای ایجاد توازن قوا در منطقه خلیج فارس که در یک طرف ایران و در طرف مقابل آمریکا و متحدان عرب واشنگتن از جمله عربستان صف کشیدن. رد درخواست ایران از طرف روسیه در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اجرای قرارداد فروش میلیاردها دلار تسلیحات به عربستان و امارات رو تایید کرده. در همین زمینه رسلان پوخوف رئیس مرکز تحلیل مسائل استراتژیک و تکنولوژی در مسکو به بلومبرگ گفته اگر روسیه واقعا درخواست ایران برای فروش S-400 رو رد کرده باشه، به این معناست که پوتین در صدد راضی نگه داشتن رقبای منطقه‌ای ایران مانند اسرائیل و عربستان و همچنین حفظ مجالی برای مذاکره با آمریکا درباره مناقشه‌های بین مسکو و واشنگتن. روسیه در مرداد ماه 95 یک فروند سامانه دفاعی S-300 رو بر اساس قرارداد سال 1387 به ایران تحویل داد. این سامانه دفاعی با تأخیر طولانی و در آخر هم بعد از برجام تحویل ایران شد. ممنون از گزارش شما نازآفرین میرزا خلیلی خبرنگار رادیو فردا در پراگ.